بسیار سپاسگزار هستیم از اینکه برنامه ندای آزادی را تماشا می‌کنید. تمام دروس ندای آزادی برنامه‌ای هستند که مسئولیت آن به عهده سازمان جهانی معجزات می‌باشد و با حمایت حامیان محترم این سازمان ساخته شدند. معمولا تعاریف مختلف راجع به آزادی وجود داره که بعضی وقتا بعضی از اونها منفی هستن یا اشتباه هستن. قبل از اینکه برنامه شروع بشه ما جلو دوربین بیایم دوستم کامران راجع به موضوع با ما صحبت می‌کرد. حقیقت اینه که آزادی یک مسئولیت و در کتاب مقدس خیلی درباره این با ما در میان گذاشته. بنابراین با ما باشید. ما در این برنامه از کلام خدا به شما میگیم که آزادی چیه. هللویا. بینندگان عزیز، من کشیش کامران هستم. برادر النتان عزیزم امروز با ما هست در این برنامه ندای آزادی. خدا رو شکر میکنم که میتونیم با هم باشیم و این افتخار رو برادر النتان به ما داده که دوباره با ما در این هفته در این برنامه ها با ما باشه و کلام خداوند رو با شما در میان بذاریم. واقعا همینطوره کامران جان. منم خیلی وقتی با شما هستم برکت میگیرم. چه ساعتای خوبی داریم، میخندیم، خدمت میکنیم و در واقع خدمت کردن در راه خدا و برای مردم ما واقعا یک بار رو دوش ما نیستش. آمن. ما دوست داریم این کارو میکنیم و لذت میبریم. من به تمام بینندگان عزیز سلام میکنم و امیدوارم که امروز خداوند با قلبای شما صحبت کنه. هللویا. داریم درباره ملکوت خدا در این برنامه صحبت میکردیم. این هفته که با هم شروع کردیم داشتیم نگاه میکردیم که اون آزادی مطلق رو خداوند در ملکوت خدا، ملکوت پادشاهی یا پادشاهی خدا یا ملکوت آسمانی برای ما فراهم ساخته. وقتی که ما وارد ملکوت میشیم، وارد آزادی میشیم. این حقیقتی که قشنگ برای اون بس واز بشه. میخوام برای شما یه پیغامی که برای ما اومده پخش بکنم. توجهتون رو به این میارم، بعدش برمیگردیم به این تعلیم رو شروع میکنیم با هم. سلام برادر و خواهر عزیزم، من ملیکا هستم. بی نهایت از برنامه های عالیتون سپاس گذارم. من زبان میخونم و از برنامه هایی که به صورت ترجمه کشیش کامران با یک کشیش خارج زبان میشینن و این کار رو انجام میدم، واقعا ممنونم، واقعا سپاس گذارم. احساس میکنم خیلی قشنگ میفهمم و دلم میخواد روزی خودم هم بتونم به همین روونی ترجمه کنم. فکر میکنم خیلی در این مورد خدا کمکم کرده و پیشرفت کردم. بازم از کشیش کامران عزیز و شما تشکر میکنم. فقط خواهش میکنم برای من دعا کنیم، چون من چند سال پیش ایمان آوردم، یه مقدار ضعیف شد ایمانم و الان خدا رو شکر دوباره به سمت خداوند برگشتم. برای من خیلی دعا کنید. ممنونم. هللویا. واقعا عالیه. خدا رو شکر برای این شهادت ها، برای این کارهایی که خداوند داره در زندگی هموطنهای ما داره انجام میده. واقعا خداوند داره، همونجوری که در ارمیا به ما خداوند نبوت کرده و گفته در اواخر در روزا آخر چه اتفاقی در ایران ما خواهد افتاد و خداوند داره واقعا تخت سلطنتشو در ایران برپا میکنه و مذاهب رو میخواد از بین ببره، کارهای عقایدی که واقعا مطابق اراده خداوند نیست و داره از بین میبره و میخواد تخت سلطنت خودشو در قلب تک تک ما در ایران ایجاد بکنه. هللویا. واقعیت اینه که احتیاج انسان‌ها، دوستان عزیز، مذهب و یا امور مذهبی نیستش، بلکه احتیاج هر کدوم از ما اینه که خدای واقعی در زندگیمون دیده بشه. ما در این سری از برنامه‌ها که در خدمت شما هستیم یا در شبکه‌های مختلف من بعد کامران رو می‌بینید، هدف ما این نیست که شما رو مذهبتون رو عوض کنیم، بگیم حالا مذهب پدریتون به درد نمی‌خوره، بیاید حالا مسیحی بشید. نه، بلکه هدف اینه که شما آزاد بشید از خودتون، از گناه، از دنیا و در نهایت خداوند در قلب شما سلطنت کنه. این وعده خداست. و واقعا اون امتیازاتی که در اون ملکوت خداوند بر ما فراهم شده به دست بیاریم. این نیست که فقط وارد یه جایی بشید که مثلا یه چیزی جدیدی باشه. نه، خداوند در این ملکوت، در پادشاهی خودش برای تک تک ما یک امتیازاتی فراهم ساخته که اگر فقط ما وارد اونجا بشیم، اینا همش خداوند به اون وعده داده. در متا فصل 6 آیه 33 میگه که اگر اول ملکوت خداوند رو بجوید، همه این چیزهایی که
در ملکوت بهتون وعده دادم و شما در روزتون یعنی زندگیتون نیاز دارید به شما اضافه میشه. آمین. هللویا. این برکت خدا، این برکت خداوند. بدونید قبل از که بریم و یا با هم دیگه یک موزیک ویدیو نگاه کنیم، بسیاری هستن که شاید الان در این لحظه فکر میکنن که خدا منو فراموش کرده. آیا تو این دنیای به این شلوغی خدا به فکر من هست؟ پیغام انجیل برای شما اینه که خدا شما دوست داره و برنامه که برای شما داره فقط برای شما هست و منحصر به فرده و برنامه که با ما داره بسیار متفاوته. آمین. از ما الان بر میگردیم چند ثانیه دیگه، چند دقیقه دیگه و میخواییم پادشاهی خداوند رو برای شما باز کنیم که ببینید پادشاهی خداوند چیست. پس لطفا با ما باشید، الان بر میگردیم.
مطمئنم زندگی شما رو لمس کرده، منو نجات بده. چقدر آهنگ سرود پر مسی هست که مطمئنم هستم زندگی شما رو لمس کرده و مس خدا. و واقعا چند روز پیش داشتم این آهنگ رو گوش میدادم، شب بود خونه تنها نشسته بودم داشتم آهنگ رو گوش میدادم، یه دفعه مس خدا من همچی رو من افتاد، من نشستم زار زار گریه میکردم و خدا رو شکر میکردم که من نجات داده. و همش دعای منم برای شما، دعای ما برای تک تک شما عزیزان اینی که واقعا اون آزادی که خداوند برای ما فراهم ساخته در عیسی مسیح شما تجربه بکنید. واقعا این دعای ماه برای شما. ما برای همین جا هستیم که کلام خدا رو به مردم بگیم. پس میخوام الان نگاه بکنیم پادشاهی خدا چیه. هللویا. اینجا میخوام لطفا با ما برید در متا فصل 5، معذرت میخوام فصل 4 و آیه 23 رو با ما نگاهی بکنید. میگه عیسی در سراسر جلیل میگشت و در عبادتگاه یهودیان تعلیم میداد و به هر جا میرسید مژده ملکوت خدا را اعلام میکرد و هر نوع مرض و بیماری را شفا میبخشید. هللویا. میگه شهرت معجزات او از مرزهای جلیل نیز گذشت، به طوری که حتی بیماران از سوریه میامدن تا شفا یابند. عیسی هر نوع مرض و درد را شفا میداد و هر دیوانه و قشی و افلیج را سلامتی میبخشید. او به هر جا که گام مینهاد انبوه جمعیت از جلیل، از دکاپولوس، اورشلیم و سراسر یهودیه و حتی از اون طرف رود اردن به دنبالش به راه میافتادن. توجه کنید وقتی که ملکوت خدا یا پادشاهی خداوند رو اعلام میکرد، موعظه میکرد، چی میشد؟ مردم شفا پیدا میکردن. مردم پس اتفاقا یه چیزی که جالب بود الناتانی، من داشتم نگاه میکردم کلمه ملکوت خدا رو من در کتاب مقدس مخصوصا در خدمت عیسی مسیح در انجیل متا، مرقس، لوقا و یوحنا نگاه میکردم و واقعا موعظه‌ای که عیسی مسیح میکرد همش درباره ملکوت خدا بود. همه اومد و ملکوت خدا چیه؟ اون چیزی در زندگی ما ایجاد میکنه وقتی که ملکوت خدا واقعا داره اعلام میشه در زندگی ما، یکی چیزی داره ملکوت خداوند رو موعظه میکنه، اثری در زندگی ما میذاره که اگر مریضیم چی میشیم؟ شفا پیدا میکنیم. هللویا. اگر فقیریم ثروتمند میشیم، اگر کوریم چشمون باز میشه، اگر فلجیم راه میتونیم بریم، اگر لال هستیم زبونمون باز میشه. پس چیه؟ ملکوت خدا ما رو به آزادی میرسونه در تمام نقاط زندگیمون. هللویا. دقیقاً. ببینید وقتی عیسی مسیح در انجیل متی فصل 6 میگه که دعا بکنید که ملکوت خدا چنان که در آسمان بر زمین کرده بشه، ما از محتوای کلام عیسی مسیح و از کتاب مکاشفه و آیات دیگه متوجه میشیم که سیستمی که در ملکوت خدا برقرار امروز، اون سیستم پادشاهی، اون کاری که خدا داره انجام میده کاملا متفاوت با اون چیزی که رو زمین هست. ما در ملکوت آسمان میدانیم اونجا نه بدهکاری هست، نه در اونجا مرض هست، نه در اونجا اسارت هست، نه جدایی هست، نه مرگ هست، هیچ کدوم اینا نیستش. پس وقتی عیسی مسیح میگه دعا کنید ملکوت پدر چنان که در آسمان بر زمین کرده بشه، یعنی خدا میخواد آن سیستم، اون فرمان روایی که در آسمان هست در زندگی ما دیده بشه و این خواست خداست. پس ما وقتی ملکوت رو وارد قلب میکنیم، وقتی عیسی مسیح رو وارد قلب میکنیم، این چیزها محصولات اون هستن. هللویا. در این کتابی که تازه نوشتیم اسمش کتاب آزادی مطلق، اینو من نوشتم، میگم پادشاهی خدا جایی است که اشتیاق درونی خدا در محیط بیرونی ما ابراز می شود. هللویا. وقتی اون چیزی که در نظر خدا هست، اون چیزی که خداوند برای ما تصمیم گرفته و آماده کرده در زندگی ما اجرا میشه، در محیط ما بله، در محیط ما به وجود میاد و اجرا میشه. حالا و اینجا که داشتیم می خونیم، لطفا با هم بریم اینو یه نگاهی بکنیم، متا فصل 6 یه نگاهی بکنیم لطفا. اینم میخوام از ترجمه شریف من بخونم اینو. اینجا میگه که آیه 33 میگه که 6 و 33، من تو یوحنا هستم برای همون درست نیست اینجا، میخواد شما بخونه. بله، در ترجمه قدیم میگه لیکن اول ملکوت خدا و عدالت او را به طلبید که این همه برای شما مزید خواهد شد. در شریف میگه شما قبل از هر چیز برای به دست آوردن پادشاهی خدا و انجام خواسته های اون بکوشید. آمین. این انجام خواسته های اون درباره عدالت داره صحبت میکنه، میگه دنبال کارهای
پرعد یا عدالت اون بکوشید بعد چی میشه محصول این کار ما بله. نتیجه این کار ما میشه اون وقت همه این چیزها نیز به شما داده میشود. این چیزهایی که داره صحبت میکنه تمام نیازهایی هست که ما در زندگی داریم که به خداوند میدونه ما اون رو احتیاج داریم و خداوند کاری که میکنه میگه فقط شما دنبال ملکوت من بیا. وقتی هم داریم درباره ملکوت خداوند داریم صحبت میکنیم چیه؟ در یک ملکوت یا در یک پادشاهی یک پادشاه داره. بله. پس وقتی که داریم درباره ملکوت خدا صحبت میکنیم داریم درباره عیسی مسیح صحبت میکنیم. بله. وقتی که ما اونو میجوییم خداوند به ما وعده داده میگه من همه نیازاتو برآورده میکنم. اون نیازی که برآورده میکنه واقعا قبل از اینکه حتی ما یه چیز ممکنه طبیعی احتیاج داشته باشیم، مثلا ممکنه لباس احتیاج داشته باشیم یا غذا احتیاج داشته باشیم، اون چیزا بیش از اون چیزا ما واقعا دلیلی که اونا رو میخوایم یک شخص آزادی باشیم. یعنی اگر ما نیازمون برآورده شده باشه یک شخصی آزاد هستیم. کسی که فقیره، منظورم از نظر فقر نمیگم اگه فقیر هستی آزاد نیستی، ولی اگه اون چیزی که نیاز داری نداشته باشی و تو فقر باشی اون آزاد نیست. امید. درسته؟ امید. بله بله. یک کسی که مریضه آزاد نیست. یک کسی که مثلا در افکارش در اسارته و زیر مثلا افسرده است یا دیپرسیون داره اینا، اون شخص آزاد نیست. و خداوند به ما داره میگه که اگر شما دنبال پادشاهی من بیاید یا دنبال پادشاه بیاید، پادشاه به ما قول داده که من تمام بله. نیازاتو برآورده میکنم. همینطوره، مثل یه سفیر میمونه که یه کشوری یه قانونی اون رو میفرسته میگه برو و در کشور دیگه ای در کشور غریبی در واقع برای منافع کشور ما در واقع فکر کن و عمل بکن. وقتی که یک دولت یک شخص رو میفرسته تمامی نیازها تمامی اون عواملی که احتیاج داره اون شخص داشته باشه تا اینکه بتونه برای کشور خودش کار بکنه رو بهش میدن. خداوند ما عیسی مسیح نمیگه نباید کار بکنیم، نمیگه ما باید بشیم در یک جا بگیم خب من دنبال ملکوت خدا هستم، بلکه وقتی که ما میریم تمرکز خودمون روی ملکوت میذاریم نه روی احتیاجات. ببین مشکلی که در زندگی گاهی وقتا ایمانداران وجود داره، همه میگن که ما احتیاج داریم ولی ما به فکر ملکوت خدا هستیم، ولی ایده هستن که اون رو سوئیچ کردن، عوض کردن، به جای که تمرکزشون روی گل بذارن، روی هدف بزنن، روی عوامل یه گشتن که تا برسن به هدف. دقیقاً ما نمیایم بچسبیم اون عوامل تا به هدف برسیم، ما به هدف بچسبیم عوامل در پی ما میادش. این برمیگرده به اون حرفی که اول برنامه زدیم که آزادی یک مسئولیته. مسئولیتش رو قبول بکنیم عزیزان. اگر واقعا میخواید آزاد باشید اون آزادی یک مسئولیت هایی باهاش داره. بله. که بس ما اونو بپذیریم و روش عمل بکنیم، یعنی اونا رو بس قبول بکنیم دیگه. دقیقا. درسته؟ دقیقا. که بتونیم اون آزادی که میخوایم در زندگیمون تجربه بکنیم به دست بیاریم. بله. اینجا در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21 یک چیزی قشنگی میفرماید، میگه ما در مسیح عدالت خدا شده ایم. اینجا که داشتم میخوندم در متی فصل 6 میگه که اول شما ملکوت یا پادشاهی خدا رو بجویید و عدالت اونو. هللویا. بعدش اینجا میگه ما در مسیح عدالت خدا شده ایم. پس ما میتونیم، من و آقای الناتان و شما عزیزان که ایماندار شدید در به مسیح، شما یک شخص عادل شدید، شما دیگه گناهکار نیستید. و دلیلی هم که این حرفو دارم میزنم با شما، این کلمه رو با شما در میون میذارم، اینی که شما احتیاج ندارید تمرکزتون رو همش بذارید رو گناهانتون. اگر شما ایماندار شدید عزیزان و وارد ملکوت خداوند شدید، شما یک شخص گناهکار نیستید دیگه. خیلی دوست دارم با من بحث کنن خب ما گناهکاری، همش اون آیه رو استفاده میکنن در رومیان که ما همه گناه کردیم و از جلال خداوند دور شدیم. آره گناه کردیم، ولی وقتی که عیسی مسیح رو پذیرفتیم گناه‌های ما رو آمرزید و ما رو یک شخص عادل ساخته. امید. پس دیگه ما یک گناهکار نیستیم. و اگر همش تمرکز ما، همونجوری که من برای شما خوندم در متی فصل 6، هر چیزی رو ما بجوییم یا هر چیزی که ما تمرکزمون رو اون باشه عزیزان، چیزی که میشه اون چیزی که ما داریم تمرکزمون رو میذاریم روش، اون زندگی ما رو شکل میده، تشکیل میکنه. بله. پس اگر شما همش تمرکزتون من گناهکارم، دقیقاً دارید برعکس افکار ملکوت خدا فکر میکنید، مخصوصا وقتی که شما ایماندار شدید. این مذهبه دیگه. ببین مذهب و متاسفانه خیلی از دوستان ما که از زمینه مذهبی میان و به مسیح ایمان میارن، گاهی وقتا فکر میکنن در مسیح هم باید همینجوری رفتار بکنن. آره. من دیدم مثلا ایمانداری که میان در حضور خدا میگن خداوند ما گناهکار هستیم، ما بدبختیم، گل و لجن اومد
اومدیم بیرون. خب آره این ولی ما رو گذشته است. امروز که ما در گل و لجن نیستیم، ما در آزادی هستیم. دقیقاً دقیقاً. و واقعا میدونی چه یه اهانتیه به عیسی بله. مسیح بله. به خون عیسی به کاری که کرده. عیسی مسیح با خون بیگناهش ما رو بازخرید کرده و بله. ما رو آزاد کرده. وقتی که ما میایم میگیم ما هیچ هستیم، یادی داریم میگه اینجوری معذرت میخوام اینجوری بگم. بله. یعنی که ما داریم یه توف میکنیم تو صورت عیسی مسیح. میگیم اون کاری که روی صلیب برای ما کردی اصلا ارزش نداره. و این عقایدی افکار، حالا یکی میگه خب حالا ما منظوری ندارم، از من منظور شما از دهان شما داره در میاد. بله، بله. توجه کنید، پس نمیتونیم فالس هیومیلیتی چی میشه دوباره؟ نمیتونیم ما یک بشریت کاذب داشته باشیم، یک چیزی که در واقع واقعی نیستش. آره، بس واقعا خیلی شفاف باشیم. واقعا اگر واقعا خودتون رو یک گناهکار میبینید توبه کنید، نجات پیدا کنید. و نجات کاذب به عبارتی. آره، واقعا وقتی که ما نجات پیدا میکنیم عزیزان دیگه گناهکار نیستیم. نجات از چی پیدا کردیم؟ از گناهانمون. بله، هللویا. بله، میدونی طرف اومده ایماندار شده، هنوز بعد از 20 سال همش تو فکر اینه که من چه گناهی میخوام بکنم چه گناهی نمیخوام بکنم. همش فکرشونه. دقیقاً این مذهبه، این اسارته، این شیطان چیزی که میخواد اینه که یا نگاه میکنیم 30 سال ایماندار بودی، تمام وقت و زندگی تو روی این گوشتی که من این کارم درست یا کارم نه. به جای که ما تمرکزمون روی چیزا بذاریم، من تشویق نمیکنم کسی گناه بکنه، تمرکزمون روی ملکوت خدا بذاریم، دیگه وقت نخواهد بود ما گناه بکنیم. آره، نه تنها اون، ولی اگه تمرکزمون رو عدالت بذاریم، ببین اگر ما افکارمونو تجدید بکنیم با اون چیزی که کلام خداوند گفته درباره ما که ما عدالت خدا هستیم. آمین. ببین من الان شما دارید به عدالت خدا نگاه میکنید، دارید به عدالت خدا نگاه میکنید. الان اینو با من تکرار بکنید، بگید من عدالت خدا در مسیح هستم. عدالت خدا در مسیح هستم. لطفا تکرارش بکنید. دوباره بگید من عدالت در خدا در مسیح هستم. من معذرت میخوام آفریدت جلوتر از من گفتید. من عدالت خدا در مسیح هستم. اینو تکرار بکنید و اینو همش برای خودتون تکرار بکنید تا باور بکنید که شما عدالت خدا در مسیح هستید. بله. عزیزان، به وقتی که اینو باور میکنید تمرکزتون رو گناه نخواهد بود. همیشه کارهای عادل خواهید کرد، رفتارتون. بله. افکارتون همش چی میشه؟ به اون سوی میره که در قلبتون داره ایجاد میشه. همون درباره اون نویگیشن سیستم داشتیم صحبت میکردیم. ببین اگه نویگیشن سیستم وجودتون که قلب شما هست، اگه اونو پروگرامش بکنید، اون هدفتون، اون دستینیشن چی میشه دوباره؟ مقصد. مقصدتون چی؟ مقصد شما چیزه؟ عدالته. مقصد شما ملکوت خداست. مقصد شما کامیابیه. مقصد شما موفقیته. در کتاب مقدس تمام این چیزها رو گفته. اگر ما قلبمونه که نویگیشن سیستم ما هست با این کلام پروگرامش بکنیم، چی که میشه عزیزان؟ ما اون مقصد خواهیم رسید، به عدالت خواهیم، یعنی عدالت رو تجربه میکنیم، آزادی رو تجربه میکنیم، کامیابی رو تجربه میکنیم و اون چیزی که خداوند برای ما در نظر گرفته رو میتونیم بهش برسیم. میخوایم الان میخوایم بیشتر یه چند دقیقه دیگه، یه چند ثانیه دیگه وقت داریم اینا. بله. بر میخوایم بگردیم. بله. توجهتون رو به این آگهی و این اعلانی که داریم میخوام جلب بکنم و برمیگردیم و برای شما میخوایم دعا کنیم که اگر مایل هستید و که وارد ملکوت خداوند بشید و عیسی مسیح رو بپذیرید، امروز روز نجات شماست. آمین. که از گناهانتون آزاد شید و آزادی مطلق رو در زندگی خودتون تجربه کنید. عزیزان با ما باشید لطفا، توجهتون رو به این اعلان بیارید. ما برمیگردیم. آزادی یک مقصد نیست، بلکه یک سفر زندگی است. برای ادامه زندگی غنیتان در سفر آزادی، ما سری برنامه‌های آزادی مطلق را در یک بسته زیبای CD DVD و کتاب تهیه کرده خدمتتان ارائه می‌دهیم. با ابتیاع این بسته مفید، ما را در پیشبرد شبکه ندای آزادی حمایت و پشتیبانی می‌نمایید. ضمن سپاس از شما عزیزان، با یکی از طرق زیر با ما تماس حاصل فرمایید. آیا شما در فیسبوک و تویتر هستید؟ از شما دعوت می شود از طریق فیسبوک و تویتر به خانواده جهانی ندای آزادی بپیوندید. بینندگان محترم، من کشیش کامران هستم، مهماندار شما در برنامه ندای آزادی. کنار من همسر عزیزم امی و پسر ما هم دانیل هست و به تک تک شما درود میگوییم.
آیا زندگی شما توسط برنامه‌های ندای آزادی لمس شده و تغییر یافته؟ بسیاری از شما بینندگان محترم با ما ارتباط ایجاد کردید و اعلان کردید که چجوری برنامه‌های ندای آزادی باعث برکت زندگی شما شده و ما خدا رو شکرگزاریم برای این. آیا مایل هستی تا با هم سهیم شویم؟ منظورمون از سهیم شدن چیه؟ این شخص فردیه که از طریق برنامه‌های ندای آزادی تشویق و کمک شده. یک حامی واقعی، کسیه که خدمتی را ممکن می‌سازه برای ما. دقت کنید با اتحاد و با سهیم شدن به صورت حمایت مالی ماهانه خود و دعاها و توسط کمکاتون برنامه‌های تلویزیونی ندای آزادی گسترش می‌یابند و اشخاصی که هنوز فرصت شنیدن این پیغام رو نداشتن به این امکان دست می‌یابند. شما میتونید برای اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل نمایید. سپاسگزارم. هللویا عزیزم. در متا فصل 4 آیه 17 عیسی مسیح اینجوری کرد. گفتش که از اون هنگام عیسی موعظه‌اش شروع کرد و گفت توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک است. هللویا. امروز ملکوت آسمان، پادشاهی خداوند نزدیک شما رسیده از طریق این برنامه. ما کلام خداوند با شما در میون گذاشتیم. الان میدونم روح خداوند داره شما رو لمس میکنه و امروز روز نجات شماست عزیزان. اولین قدمی که ما بس برداریم از روش ها و افکار خودمون، اون طریق زندگی قبلیمون بس توبه کنیم و توبه کردن هم حالا در برنامه بعد بیشتر با شما میخوام روشن بکنیم که توبه این نیست که بشینیم هی اشک بریزیم و به خودمون زیاد فشار بیاریم. توبه طرز فکرمون رو ما بس عوض بکنیم و مطابق ملکوت خداوند بکنیم. آمین. و میخوام الان برای شما دعا بکنیم عزیزان. اگر آماده هستید و مایل هستید که به ما این افتخار رو بدید که برای شما دعا کنیم که عیسی مسیح رو امروز بپذیرید و وارد اون پادشاهی اون شوید، امروز روز نجات شماست. امروز روزیه که واقعا یک شخص عادل میتونید بشید. امید. گناهانتون آمرزیده میشه و اون شخص قدیمی نخواهید بود، یک شخص جدیدی تبدیل خواهید شد در اون. هللویا. الناتان جان میخواهید دعا بکنی؟ امید. حتما میتونید دعا رو تکرار بکنید. میگه عیسی مسیح، با تمام گناهانم نزد تو میام، اقرار میکنم که احتیاج دارم که وارد ملکوت و پادشاهی تو بشم. از این جهت تو رو به قلب خودم دعوت میکنم و میخوام که گناهان من رو ببخشی. در نام قدوس تو دعا میکنم. آمین. آمین. عزیزان اگر این دعا رو کردید، شما نجات پیدا کردید، گناهانتون آمرزیده شده، واقعا دیگه گناهکار نیستید، یک شخص عادل شدید. ازتون درخواست میکنم با شماره‌ای که در این برنامه برای شما میذاریم لطفاً تماس بگیرید، شهادت‌های خودتون رو با ما در میون بذارید. امید. و مطمئن باشید ما اینجا در دعا برای شما هستیم و برای خدمت شما آماده هستیم و همیشه یادتون باشه که آزادی فقط در عیسی مسیح است. خدا نگهدار. او هللویا. گلوری به خدا. تمام شد. Now you have another problem. Ah! What's this? I'm running.